در ویدیوی امروز قصد داریم درباره بهترین غذاها و مواد غذایی برای آرتروز و روماتیسم مفصلی و هر چیزی که به اینها مربوط میشه صحبت کنیم. بیایید اطلاعاتی که از معتبرترین منابع رو با هم بررسی کنیم. وبسایتی که از نظر گوگل معتبرترین وبسایته، یعنی سازمان آرتروز جهانی. بیایید با هم بررسی کنیم که این وبسایت چه غذاهایی رو به عنوان بهترین غذاها برای آرتروز معرفی کرده. این وبسایت جهانی میگه که رژیم ما باید پر از غذاهای کامل مثل میوه ها، سبزیجات، ماهی، آجیل و غلات کامل باشه و حتما باید از چربی های اشباع شده دوری کرد. کلیپ امروز ما بر اساس تحقیقات یکی از بزرگترین پزشکان ایالات متحده ساخته شده و بیایید با هم ببینیم که چگونه این پزشک معتبر اطلاعات این وبسایت جهانی رو زیر سوال برده. اول از همه ماهی و سبزیجات. وقتی که آرتروز دارید یعنی شما التهاب دارید. پس وقتی که میخواید با خوردن کلی میوه از شر التهابات خلاص بشید، شکر زیادی تولید میکنید و این بدن شما را از کیتوسیس خالی میکنه و باعث به وجود آمدن التهابات بیشتر میشه. عقیده اونها اینه که میوه ها پر از آنتی اکسیدان ها هستند. خب این درسته، ولی همچنین پر از شکر هم هستند. آجیل هم خیلی پیشنهاد میشه چون که آجیل ها آنتی اکسیدان زیادی دارن. از میان آجیل ها مغز گردو بهترینه چون گردو ماده مورد نیاز آلفا لینولنیک اسید رو بهتون میده که بدن میتونه تبدیل به اسیدهای اومگا 3، EPA و DHA بشه. ولی خب درصد تبدیل اونها خیلی زیاد نیست، اما حتما مفیده. متاسفانه بقیه آجیل ها پر از اسیدهای چرب اومگا 6 هستند و میتونن باعث التهاب بدتر بشن، مخصوصا کره آجیل ها مثل کره بادام زمینی. با کانال فیتنس روزانه به برترین و درستترین اطلاعات پزشکی دسترسی داشته باشید. کانالی که تماما از روی تلاش ها و تحقیقات دانشمندان بزرگ برای یافتن حقایق پزشکی ساخته شده. لیست منابع و مقالات در قسمت توضیحات درج شده. در ادامه مطلب راجع به حبوبات صحبت می کنیم. آیا به خاطر داشتن آنتی اکسیدان ها برای آرتروز خوب نیستند؟ خب مشکل ما با حبوبات اینه که اونها پر از لکتین ها و اکسالیت ها هستند که برخلاف مواد معدنی عمل می کنند، پس می تونن باعث افزایش آرتروز بشن. حبوبات کمی کربوهیدرات بالا هم دارن و می تونن باعث اختلال در روند هضم غذا بشن. و شاید باورتون نشه خیلی از آرتروزها به علت التهاب در دستگاه گوارش به وجود میان. حالا چیزی که سازمان جهانی آرتروز معرفی میکنه غلات کامله. این غلات کامل پر از آنتی اکسیدان ها هستند، ولی در نظر داشته باشید که اونها پر از کربوهیدرات هم هستند. همچنین اونها گلوتن زیادی هم دارن و پر از اکسالیت ها هستند و همه اینها آرتروز شما رو بیشتر میکنه. اما مشکل اصلی ما با غلات اینه که اسیدهای چرب اومگا 6 زیادی دارن. این ما رو به موضوع بعدی میرسونه که میگن باید ازش دوری کنیم، یعنی گوشت قرمز، تخم مرغ و لبنیات. بیایید راجع به این سه مورد هم با هم صحبت کنیم. چیزی که باید بدونید تا به سادگی متوجه بشید اینه که وقتی شما گوشت حیواناتی رو میخورید که از غلات تغذیه کردن، بیشترین چیزی که به جای اومگا 3 دریافت میکنید اومگا 6 خواهد بود. حالا سوال پیش میاد که آیا واقعا گوشت قرمز ضرر داره؟ این تماما بستگی داره به تغذیه اون حیوان. راجع به مرغ چطور؟ مرغ یکی از بیشترین منابع اومگا 6 به شمار میاد. پس اگر مرغ رو از کشاورزان محلی خریداری کنید، خیلی تاثیرات بهتری رو میبینید. این به خاطر اینه که اونها آزادانه از گیاهان تغذیه میکنن و اومگا 6 کمتری دارن. اونها به جای غلات حشره ها رو میخورن. این مطلب درباره تخم مرغ محلی و ارگانیک هم صدق میکنه. حالا بیایید لبنیات رو هم با هم بررسی کنیم. لبنیات که از گاوها گرفته میشه و میتونه با تخمیر شدن به محصولات مفیدی تبدیل بشه. به شرط اینکه اون حیوان از سبزیجات و علوفه تغذیه کرده باشه که میتونه باعث تولید محصولات لبنی کامل بشه. این نوع محصول میتونه به گوارش و آرتروز شما کمک کنه. اگه بتونید پنیری پیدا کنید که از گاوهای محلی و شیر طبیعی گرفته شده باشه، مثل اروپا که خیلی پنیرهای بهتری از آمریکا داره.
پس شما حتما باید بین منابعی که حیوان از اونها تغذیه کرده فرق بذارید. در رابطه با ماهی هم همینطوره. ما ماهی پرورش یافته و ماهی صید طبیعی داریم که بین امگا 6 و امگا 3 پیدا شده در اونها فرق زیادی هست. پس شما به ماهی های چرب صید آزاد نیاز دارید، مثل سالمون، ساردین و جگر ماهی کاد، که میتونید به شکل کنسرو اون رو تهیه کنید. نکته دیگری که باید در مورد روغن جگر ماهی کاد یا خود جگر ماهی کاد بدونید اینه که امگا 3 خیلی زیادی داره و همچنین ویتامین دی و ویتامین آی زیاد که در روغن معمولی ماهی پیدا نمیشه. اما باید این رو دونست که ماهی پرورش یافته گزینه خوبی نیست. غذاهای دریایی منبع خوبی از امگا 3 هستند و امگا 3 ضد التهاب قوی به شمار میاد. تخم مرغ‌های محلی هم همینطوره که دارای ویتامین دی زیادی هستند. مشکل دریافت ویتامین دی از تغذیه اینه که پیدا کردن غذاهایی که ویتامین دی زیادی داشته باشه خیلی سخته و ویتامین دی ضد التهاب قوی به شمار میاد که برای آرتروز هم خیلی مفیده. سبزیجات تخمیری به طور کلی میتونن خیلی برای آرتروز مفید باشن، مخصوصا کلم تخمیری یا کلم ترش که برای گوارش و آرتروز بسیار مفیده. اما سبزیجات معمولی، یعنی سبزیجاتی که تخمیر نشده باشه، به طور کلی میتونن بی تأثیر باشن و همیشه مؤثر نیستن. بستگی داره که چقدر در دستگاه گوارشتون التهاب داشته باشید. چون بیشتر افرادی که آرتروز دارن ممکنه در روده ها هم التهابات زیادی داشته باشن که مصرف سبزیجات با فیبر زیاد میتونه براشون مضر باشه و اتفاقا اگر از فیبر دوری کنن براشون خیلی بهتره و پیشنهاد میشه که رژیم گوشتخواری رو امتحان کنید که چربی و پروتئین زیادی داره. در مورد لیست مواد مضر، حتما از شکر، غلات تصفیه شده و غلات کامل و مخصوصا گلوتن دوری کنید، چون به راحتی به شکر تبدیل میشن. از چربی های مصنوعی هم دوری کنید. هر چیزی که دارای کلمه هیدروژنه یا نیمه هیدروژنه باشه باید به طور کلی ازش دوری کنید. روغن هسته های مختلف برای شریان های خونی شما مضره و این روغن سویا، ذرت و آفتابگردان رو هم شامل میشه. بدن ما برای مصرف این روغن های دستکاری شده و صنعتی ساخته نشده. این روغن‌ها طبیعی نیستن و باعث اکسایش و فرسایش بدن میشن و ممکنه خیلی از مشکلات مثل آرتروز رو به وجود بیارن. پس بهترین گزینه میتونه روغن نارگیل و کره محلی باشه. میتونید از پی گوسفند و گاو برای آشپزی استفاده کنید و حتما از غذاهای کنسرو شده دوری کنید، مگر کنسرو ساردین یا جگر ماهی کاد. یک چیز جالب دیگه که باید ازش دوری کنید، پروتئین پودریه، چه به صورت گیاهی یا پروتئین وی. کبد شما با این پودرها کنار نمیاد و حتما ممکنه به آرتروز ختم بشه. مخصوصا پروتئین وی و سویا و هر پروتئینی که با استفاده از چربی باشه. پس باید به سراغ پروتئین های طبیعی بریم. قبلا گفتیم که اکسالات ها یا همون اگزالات ها میتونن به آرتروز ختم بشن و غذاهایی که اکسالات بالایی دارن اسفناج، ریواس، شکلات، کیوی و بادام هستند که باید شما از اونها دوری کنید. اگر به آرتروز مبتلا هستید و از اطلاعاتی که در این ویدیو بهتون گفتم استفاده کنید، مطمئن باشید که التهاب شما به صورت قابل توجهی کم میشه، حتی در عرض چند روز. و آخرین نکته، استفاده از روزه متناوبه. به خاطر اینکه وقتی دفعات زیادی غذا میخورید، مشکلات زیادی براتون به وجود میاد. روزه گرفتن میتونه یک ضد التهاب فوق‌العاده باشه.